درود بر شما. با 180 ثانیه پنجشنبه 15 اسفند ماه همراه ما باشید. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران امروز پنجشنبه اعلام کرد مدارس و دانشگاه‌های کشور تا پایان سال 98 تعطیل خواهند بود. این مقام بهداشتی همچنین هشدار داد با افرادی حتی در دستگاه‌های دولتی که ابتلای خود به ویروس کرونا را کتمان کند برخورد قانونی می شود. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران نیز امروز خبر داد شمار قربانیان کرونا در ایران به 107 نفر و شمار مبتلایان به 3513 تن رسیده است. عبدالکریم حسین‌زاده نماینده نقده و اشنبیه در مجلس ایران گفته تلمبار شدن اجساد در قم و درماندگی مردم رشت گواه ناکارآمدی‌های صورت گرفته در اطلاع رسانی‌ها و هشدار به موقع در ارتباط با کرونا است. ایران ضمن تاکید بر ادامه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طرح خواسته‌هایی برای بازرسی اماکن مشکوک را رد کرد. مدیر کل آژانس در گزارش فصلی خود ضمن تایید اینکه ایران همچنان بندهای کلیدی برجام را نقض می‌کند از ایران خواسته بود تا برای بازرسی 3 محل مشکوک پاسخ مثبت دهد. تمامی اداره‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و بانک‌های استان قم برای روز شنبه تعطیل اعلام شد. همچنین بنا به تصمیم ستاد مدیریت کرونا تمامی ادارات، بانک‌ها و نهادهای استان البرز نیز روز شنبه 17 اسفند تعطیل خواهند بود. تست کرونای زهره الهیان منتخب تهران در مجلس 11 مثبت شده و هم اکنون در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری است. گفته می‌شود که حال وی مساعد و فعلا در قرنطینه است. جمهوری آذربایجان امروز پنجشنبه اعلام کرد یک آلمانی و 2 طلبه آذربایجانی محصل در قم که از ایران وارد این کشور شدند مبتلا به ویروس کرونا هستند. قبلا نیز اعلام شده بود که 1 طبعه روسیه و 2 آذربایجانی که از ایران بازگشته بودند مبتلا به کرونا بودند. بدین ترتیب شمار کل مبتلایان قطعی به کرونا در جمهوری آذربایجان به 6 نفر رسیده است. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید آمریکا به ایران برای کمک به مقابله با شیوع کرونا پیشنهاد کمک داده است و او امیدوار است تهران این کمک را بپذیرد. او امروز در کنفرانسی خبری در محل وزارت خارجه آمریکا گفت ایران باید به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز دسترسی کامل دهد.